تو یک سوالی داری جوابش بشه منه. پولسازترین و مورد نیازترین نوای تبلیغ نویسی کجاست؟ خیلی از طرفدارهای من که میدونم تبلیغ نویسن یا دوست دارن تبلیغ نویسی رو به عنوان یک حرفه دنبال بکنن، این سوال رو پرسیدن، گفتن نواحی پردرخواست تبلیغ نویسی کجاست تا روی اونها تمرکز کنیم. میخوایم 4 ناحیه بترکون از تبلیغ نویسی رو با هم ببینیم. البته وارد جزئیات نمیشم، چون اگر روی لینک پایین کلیک بکنید میتونید برای یک پیشنمایش وبینار 90 دقیقه‌ای به من ملحق بشید که اونجا خیلی عمیق‌تر این بحث رو اونجا انجام بدید. حالا یک بازبینی سریع رو با هم داشته باشیم. شماره یک ایمیل، هر روز کلی ایمیل فرستاده میشه. کمپانی‌ها هم کمپین‌های دنبال کردن مشتری رو با ایمیل انجام میدن یا از پاسخگوهای خودکار استفاده میکنن. اگر نمیدونید چیه، یک نرم افزاره که ایمیل های از پیش نوشته شده رو روی برنامه به صورت خودکار ارسال میکنه. آهنربای لید شما، پی دی اف رایگان شما یا حتی اطلاعات اضافه‌ای که قرار ارسال بکنید به صورت روزانه از روز اول، دوم، سوم تا دهم و یازدهم بیشتر به صورت خودکار ایمیل های از پیش نوشته شده رو خودش ارسال میکنه. پس ایمیل شد یکی از سوپر پولسازترین نواحی تبلیغ نویسی. حالا چرا؟ چون همیشه به ایمیل های بیشتر نیاز هست. این شکلی نیستش که یک دونه ایمیل فرستاده بشه و تمام. کمپانی ها دائما دارن ایمیل های بیشتری رو برای مشتریاشون ارسال میکنن. پس ایمیل شد شماره 1. شماره 2، لندینگ پیجان. لندینگ پیج ها مدل های مختلفی دارن. لندینگ پیج کوتاه که قطعا همتون دیدید، اسم و ایمیل رو میزنید و واسه یک چیزی ثبت نامتون انجام میدید، در ازای اون یک چیزی رو میگیرید که میتونه پی دی اف، وبینار یا هر چیزی باشه. همینطور صفحات لندینگ پیج طولانی رو داریم که توی اون خصوصیات محصول رو مینویسن و بهشون صفحه فروش هم میگن، یا صفحات چکاپ یا حتی صفحات تشکر. هر فرمی از لندینگ پیج با هر شکلی اینجا به کار میاد، چون تو داری مینویسی کمپانی بیشتر خدمت و محصول بفروشه و همین هم تو رو مورد نیاز اونها میکنه. همونطور که من به دانش پذیران میگم، شما توی کسب کار نوشتن نیستید، بلکه توی کسب کار ایجاد درآمدید. به همین خاطر هم هستش که هر مبلغی درخواست میکنید رو بهتون میدن، چون قصه و داستان و مقاله که نمینویسید بهتون سود نده. دارید یک ایمیل مینویسید مثلا با 100,000 تومان که 100, 200, 500,000 تومان حتی 1,000,000 تا 10,000,000 بازگشت. یعنی اصلا نیازی نیستش حتی طرف رو توجیه کنید سر پول دادن، نیاز به فکر کردن نداره. شماره 3، چت‌بات. توی بعضی از شبکه‌های اجتماعی رو دیدید که توی بخش پیام‌ها میتونید پیام بدید، جواب بگیرید، با این تفاوت که این جواب‌ها خودشون پیام‌های خودکار، خیلی شبیه پاسخگوی خودکار ایمیله، با این تفاوت که توی پیام‌ها کار می‌کنه. یک سوال ازت می‌پرسن، بر اساس چیزی که شما نوشتی می‌برد توی یک مسیر متفاوت، میگه اطلاعات بیشتری میخوای، میزنی بله، میبرت توی این مسیر، یک چیز دیگه بگی میبرت به این مسیر دیگه، گرفتین؟ این میشه همون چت‌بات که الان خیلی خیلی محبوب شده، چون نرخ دلیوری ایمیل ها داره میاد پایین و پایین و پایین تر. جلب توجه یک نفر با ایمیل دیگه داره خیلی سخت میشه، ولی از طرف دیگه توی دایرکت ها نرخ باز کردن داره همینطور بالاتر هم میره. تازه بگذاریم وقتی شما ایمیل میذارید ممکنه اصلا کلن بره توی اسپم دیده نشه. پس این شکلی با دایرکت پیام های بیشتری رو به سمت مصرف کننده ها میفرستین و به همین دلیل که گفتم چت‌بات هی داره محبوب و محبوب و محبوب تر میشه. بعدش هم ما تبلیغات پولی رو داریم. توی فیسبوک ممکنه شما یک تبلیغه داشته باشید که الان عالی کار بکنه، ثابت شده باشه، ولی 30, 60, 90 روز دیگه ممکنه دیگه به این خوبی کار نکنه. واسه همین هم هستش که کمپانی ها همیشه به تبلیغات جدید و جدید و جدید نیاز دارن تا جایگزین قدیمی ها بشن، یا اینکه مثل خود من میان صدها تبلیغ مختلف رو با هم توی شبکه‌های اجتماعی مختلف امتحان میکنن. چیزی که این وسط لازم هم میشه یک عالمه نیروی بازاریابیه و به کلی تبلیغ نویس نیاز دارم که ورژن های مختلفی از تبلیغامو بنویسن بتونم اونها رو امتحان کنم. این شد 4 تا ناحیه پردرخواست توی تبلیغ نویسی. اگر قراره به عنوان یک فعالیت جانبی مقاله محتوای چیزی رو بنویسید در کنار کار اصلیتون، یک چند میلیون تومانی هم اضافه تر به چیپ بزنید که هیچ، ولی اگر میخواید واقعا پول زیادتری رو در بیارید و به عنوان یک تبلیغ نویس حرفه‌ای تمام وقت کار بکنید، من حتما این 4 ناحیه رو توصیه میکنم بهتون. روی لینک بیو پیجم کلیک کنید، پیشنمایش کلاس استادی من رو حتما ببینید، چون من اونجا خیلی عمیق‌تر شدم. اگر بعد از دیدن کلاس استادی همچنان میخواستید باز هم از من یاد بگیرید و اگر خواستید من واقعا آموزشتون بدم تا ببینید دقیقاً چطور برای این نواحی کار نوشتن رو انجام بدید، اونجا آخر کلاس استادی یک دعوتنامه هست
ولی اجباری برای اقدام کردن اونجا نیست. فقط اگر مصمم هستید و خودتون دلتون خواست حتما من رو فالو بکنید. کلاس استادی رایگانم رو همین الان ببینید.